بگم حالا من 500 بیلیون کنم از این شد برای این کار. بزرگترین و سخت‌ترین چالش هش با خود ارفان پور محمدی بود. یعنی اینکه کنار ارفان کار کردن واقعا اعصاب میخواد. موقعی که من متن رو داد گفت اینو بگو، پرام ریخ دهنم. آره اون همه مو رو زدیم رفت، اون مو موند. این قیافه که دارید میبینید همه زیر سر اون نقشه. چهار بار ما اونجا مردیم، چهار بار هم زیر سرون رفتیم، فقط بخاطر این آقا بود. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. فیلم کوتاه هشبا، کاری که 12 روز براش، هر روز هم نزدیک 24 ساعت فیلم برداری بود. بچه ها خیلی زحمت کشیدن، شاید بگم یه چیز هولوش 500 میلیون تومان برای این کار هزینه شد، برای اینکه حداقل کاری باشه که در شأن و شخصیت شما باشه. امیدوارم کارو ببینید، خوشتون بیاد. شخصیت مختلف تو این فیلم کوتاه هستش که حالا خود بچه درباره این قضیه صحبت کردن، میتونین در ادامه ببینین. این فیلمو فقط گذاشتن در رابطه با اکران هشبا که اونایی که دلتنگی داشتن نتونستن بیان، با دیدن این اکران یه ذره دلتنگیشون برطرف بشه. ببینین، دمتون گرم. این سروازی که میبینید همش سیر سر ارفان پور محمدیه. بخاطر نقشم داخل ویدیو هشبا بود. یخم درست نمیشه. داخل نقشم توی ویدیو هشبا، من به اسم فرهاد داخل اونجا دارم بازی میکنم. دهنم. آره اون همه مو رو زدیم رفت، این مو موند. این قیافه که دارید میبینید همه زیر سر اون نقشه. یکی از بزرگترین و پرخرج‌ترین و پرهزینه‌ترین کاری بودش که به عنوان یه فیلم کوتاه توی فضای مجازی و با کمترین و میشه گفت حداقل ترین امکانات ساخته شد و واقعا بابت همچین فیلمی ما همه از صدمون گذاشتیم و بچه ها واقعا تک تکشون زحمت کشیدن، تک تکشون درخشیدن و ما واقعا لذت بردیم. خیلی ممنونم. خیلی لطف کردیم، دمتون گرم، دستتون درد نکنه. واقعا من زیاد مصدق اوقات شریفتون نمیشم. بچه ها دونه دونه میخوام بگم بیان اینجا، چون واقعا خیلی زحمت کشیدن. حیف واقعا نباشن اینجا نبینیشون. دو نفر هستن که شما مطمئن تو فاز مجازی دیدهشون. یکیشون که اصلا کلا کمدینه، یعنی مطمئن با کار کمدی میشناسینش. یعنی اینجا این نقشی که بازی کرده هر 10 سال یک بار اتفاق میفته. یکیشون هم اینقدر بچه ساکتیه، من نمیدونم تو اینستاگرام چجوری داره فعالیت میکنه، دیوار صدا در بیاد از این در نمیاد. این دو نفر دوست عزیز من، مدیا مختاری و سارا توافی عزیز. سلام، مدیا مختاری هستم، مارال داستان. خودم این سبک فیلم ها رو خیلی دوست دارم، ولی اینکه بخوام این نقش رو بازی کنم از روحیاتم و از من خیلی دور بود، واقعا برام خیلی سخت بود. ولی با کمک های زیادی که آقای پور محمدی و بقیه بچه ها بهم داشتن، سعی کردم که بهترین خودم باشم، مخصوصا توی یه سکانسی که با سحر هستیم. حالا دقیق بهتون نمیگم که چی میشه، ولی یه اتفاقی برای سحر میفته که اون سکانس ما دوتاییم. اون واقعا برام سخت بود و ما خیلی سری زحمت کشیدیم. امیدوارم که شما واقعا دوستش داشته باشین. مرسی ازتون که همیشه حمایت میکنین و افتخار خیلی بزرگم بود که من با بچه ها هم بازی باشم. یه بنده خدایی هستش که این اصلا بازیگر نبوده. این دو نفر هستن که بازیگر نبودن، برای اولین بار جلوی لنز دوربین اومدن، خیلی هم محبت کردن. یکیشون 10 سال با من رفیقه، ببینینش اینه فیلم فنجون میمونیم با هم دیگه و جز بچه های خیلی خوبه که میگم اوشاکلاری اسلام شد. یکی دیگه از بچه هم هستش که کلن تو این کار دقیق 90 به من اضافه شد، ماهان بصیری و حسن میستی. آره آره، یکی از دوستان من هستش، من خیلی باش مشکل دارم، دارم مشکلات رو باش حل میکنم، خیلی دوستش دارم، رفیق قدیمیمه واقعا و با یکی از دوستای شاید بگم توی 2 ساله شده رفیق خواب من تو فضا مجاز. زیاد دیدینش، محگل فضا. کیام چطورین آقا؟
ارفان پور محمدی صبح زود اومدم پیام داد مهگل بیا یه وایس بده راجع به چالش های هشت با بگو. همین اول میخوام شروع کنم که بزرگترین و سختترین چالش هشت با خود ارفان پور محمدی بود، یعنی اینکه کنار ارفان کار کردن واقعا اعصاب میخواد، میره تو مخت که واقعا نمیتونی تحمل کنی، خیلی باید صبر بالایی داشته باشی. به خودم و همه بچه‌ها از همینجا تبریک عرض میکنم. این اول، یکی از چالش های خیلی سخت هشت با در آوردن نقش محیا بر من بود، چون من که میدونی مثلا ویدیو اینطوری خیلی بازی نکردم و اینا، همیشه ویدیوام در حد 30 ثانیه نهایت یک دقیقه تو اینستا همیشه کار میکردم. تا حالا حتی ویدیو دیالوگ داره آنچنانی هم کار نکرده بودم و این برای من سخت‌ترین بخشش بود. من باید میرفتم تو نقش کاملا یه آدم دیگه که خیلی از خودم فاصله داشتن، نظر شخصیتی، چه سنی، چه تیپ و استایل، همه چی. برسیم اون قسمت. این دوتا دوست عزیزمون هم خودتون خیلی سال میشناسینشون، شاید بهتون بگم توی دو ساله که با هم دیگه بودیم به اندازه انگشتای دست هم دیگه رو ندیدیم. هر روز داریم هم دیگه رو یه جور برنامه‌ریزی کردیم دیگه هم دیگه رو نبینیم. بعد از این کار مطمئنا یک ماه هم دیگه رو نمی‌بینیم، چون توی این مدتی که داشتیم 20 روز فیلم برداری می‌کردیم خیلی سخت بود. من معرفی می‌کنم یا شما خودتون معرفی کنید؟ نفر اول، نفر دوم، مرسی. تو این کار خیلی سختی کشیدیم به خاطر ارسلان هم، چون هر موقع بهش میگفتیم میگفت پول ندارم، یعنی خیلی سخت بود ازش پول گرفتم، ولی خدا اگر رو شوخی میکنم خیلی بچه چیزی سر این کارا. من دونه دونه اگه صحبتی داری از اونجا بهتون میدم در دیگه کلم، هر کی صحبت داره. آقا مهران خیلی ممنون که تشریف آوردین. من سه تا مهمون خیلی ویژه دارم و سه اولین بار اومدن اینجا، پدرم، مادرم و امیرم. من به خاطر این سه تا فقط میتونم مهمونه که مهمونی تشکر هم میکنم از خاله جو ممنونم که مهمونم بگیم خابی داشتونم. و به نظر من زندگی کلا رو چالش میچرخه. خیلی ممنونم از عرفان و علیرضا که گذاشتم من تو این کار باشم. حرفی ندارم. خیلی خوشحالم که تونستم تو این کار کنار آقای عرفان، علی آقا، بچه ها، ارسلان، مهراب باشم. خوشحالم که الان اینجا هم همه تون دوست دارم. واقعا همه تون گرم اومدید، ولی کاش ارسلان ببین رفاقت باش خیلی سخته، کار ساختن باش خیلی سخته، ببین یعنی روز آدم رو میکشه. ولی دمتون گرم بودید همتون، دم عرفان گرم، دم بچه ها گرم، همه سرشون رو گذاشتم. واقعا تو سرما گرم که نم تو سرما بود، دمتون گرم دیگه. مرسی. همه سرما خب حالا من میکنم دومه سرما. من یه تشکر بکنم از مدیر تولیدمون خانم کفیلی، یاد شافه های پوران مدید، مرسی که اومدید، امیدوارم از دیدن این فیلم لذت برده باشید. خواهی نکرده بود، 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 خواهی نکرده بود. خانم کفیر من نهیدم اتونا، بعدا داستان درست نکنیم، به قرآن نهیدم، قرآن اینجا باید بشیم. خسته نباشید، میگم همه بچه ها، بازیگر ها، فیلم بردار، صدا بردار، همه تون، و اینکه مرسی که اومدیم و تماشا کردیم. تونستم کنار همچین بچه هایی باشم و مرسی از شما که همیشه نمایت میکنیم. من حرف خاصی ندارم، واقعیتش من تعریفیم خودم تازه صحنه خودم رو ندیده بودم، فقط خواستم بگم واقعا دمتون گرم، تک تکتون خفم. خب سلام همه، امیدوارم عالی باشید. من که عضو خیلی خوردی بودم توی این گروه خیلی فعال، پویا و خیلی دوست داشتنی، فقط خاطره خوب بود برام، ولی میخواستم بگم که واقعا دمتون گرم، واقعا لذت بردم از تک تک صحنه ها، از آخرش که خودم هیجان زده شدم و بازی درخشان، خیلی لذت بردم، خوشحالم که بین شما بودم. بچه من یه چیزی یادم رفت، الان یادم اومد، اون
صحنه استخری که میبینید فکر میکنم 4 روز ما رفتیم برای گرفتن اون. ما 4 بار توی اون استخر پریدیم. هر سری یه بار برف اومد، یه بار بارون اومد. تفاوت نداشت تصویر، نه؟ یه تصویر نه، فکر نکنم متوجه شده باشم. ولی خب 4 بار ما اونجا مردیم، 4 بارم زیر سرم رفتیم فقط بخاطر این آقا بود. بار آخر فقط اومد تو. یه دست به خاطر عرفان پور محمدی بزنید. نقش سامان هشپا به نظر من این نقشی بود که عرفان نسبت به صحبتهای من یه سری جاهاش اضافه و کم کرد، به خاطر هم یه سری جاها خیلی میشست رو من و به نظرم یه چیز خیلی فوق‌العاده‌ای در اومد ازش. حالا پخش بشه خودتون میبینید متوجه میشین. ما صحبت ریزی با عرفان داشتیم یه روز، دقیقاً یه سری همون صحبتها رو گلچین کرد گذاشت توی دیالوگ خودم، خودش که من پرام ریخت. یعنی موقعی که به من متن داد گفت اینو بگو، من یه ذره توپخ زدم گفت اینا همون حرفاییه که تو اون روز به من زدی. حالا میبینید ویدیو رو متوجه میشید، به نظر من یه فیلم کوتاهیه که تو این اینستاگرام کسی نزده و خیلی خوشحالم که عرفان تونست یه همچین کاری بکنه و ماها رو قرار داد توش و یه رزومه خیلی خوبی برای ما هست. ویدیو رو ببینید متوجه میشید که دارم راجع به چی صحبت میکنم. سلام همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه، همه چیز بر وفق مراد. من قراره راجع به پروژه هشپا با شما صحبت کنم و چالش هایی که داشت برام. خب من پیش از این زبان ترکی با زبان ترکی آشنایی نداشتم، فقط در همین حدی بوده که شاید فیلم ببینم یا مثلا یک کتاب استانبولی در 30 روز و در همین حد بتونم مثلا تجربهش رو داشته باشم. ولی خب به کمک هشپا تونستم یه خورده صحبت بکنم، ضمن این که حالا پروژه بودش که من قرار بود به خاطرش دوبار برم تا رودهن و یک بار تا ساری برم و شبونه برگردم. در کل خیلی تجربه باحالی بود، امیدوارم که شما هم با دیدنش لذت ببرین، چون که ما موقع تولیدش واقعا لذت بردیم در کنار تمام سختی ها و چالشش. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید.